سلام خوش اومدید به کلاس درس در این ویدیو میخوایم با همدیگه مفهوم حد رو کمی دقیقتر و کمی ساده تر ادامه بدیم و با همدیگه دیدیم که به صورت کاملا شهودی مفهوم حد یک تابه یعنی لیمیت x به سمت a ای یک عدد هست برای یک تابه f x به این معنیه که وقتی که من x رو خیلی خیلی نزدیکش میکنم به a آیا میتونم نتیجه بگیرم که f من هم خیلی خیلی نزدیک میشه به یه عدد L در این صورت من به این عدد L میگم حد تابع fx وقتی که x به سمت A حرکت میکنه خب برای اینکه بیشتر از این گیج نشید بیایید ما fx رو اصلا یک مثال به جاش قرار بدیم من میگم fx مساوی با x به توان دو رو بیایید با هم در نظر بگیریم و میخوایم حساب بکنیم که حد x به سمت مثلا 3 x به توان دو مساوی با چی میشه یعنی وقتی که من x رو خیلی خیلی نزدیک میکنم به سه آیا هیچ عددی وجود داره که بتونم بگم f(x) خیلی خیلی نزدیک میشه به اون عدد برای این کار من میخوام پناه ببرم به گوگل و از روی شکل با هم دیگه ما بحث رو ادامه بدیم این شکل رو در نظر بگیرید که وقتی که شما x به توان دو رو تابعش رو روی گوگل بنویسید گوگل برای شما این شکل رو میکشه خب بیایید ببینیم اگر من x رو قرار بدم دو نیم الان شما این عدد های این بالا رو میتونید بخونید وقتی که من x رو قرار میدم مثلا دو نیم در این صورت تابع من برابر میشه با 6 ممیز 28 34 26 26 مقدارش تقریبا وقتی که اون رو بیشتر نزدیک میکنم به 3 مثلا میکنم 2 69 صدام یعنی این عدد در این صورت میبینید که وای میشه 7 25 دم من باز هم میام نزدیکتر می کنم به سه مثلا می کنم دهم ده یا دو 9 در این صورت وای برابر میشه با 8 میزه 6 و همینطور وقتی که من نزدیک و نزدیکتر میشم به سه مثلا اینجا وای میشه 8 9 دهم و وقتی که تقریبا برابر با سه ویم هم،, هم, هم تقریبا برابر با 9 هست و همینطور از طرف بالا وقتی که من 32 و دهم ده میذارم، وایم هم میشه نزدیک 10 و چهارده وقتی که نزدیکتر میشم به سه Y هم, هم همینطور نزدیک و نزدیکتر میشه به نه من پیشنهاد میکنم اگر اتصال به اینترنت راحت دارید حتما همین الان برید این کار رو بکنید و ببینید که هر چقدر شما از دو طرف چه از سمت اعداد کوچکتر هسته چه از سمت اعداد بزرگتر است به سه نزدیک میشید وای شما یا همون fx شما به نه نزدیک و نزدیکتر میشه و بنابراین وقتی که من x رو خیلی نزدیک میکنم به 3 میتونم ادعا بکنم که f x هم خیلی خیلی نزدیک میشه به 9 بنابراین من میتونم بنویسم در نتیجه من اینجا مینویسم که حد x به سمت سه x به توان دو مساوی میشه با 9 حالا شما ممکنه بگید که خب این چه کاری بود که اگر من به جای x در x به توان دو بذارم سه اصلا عدد نه رو به دست میارم و دیگه این حد و این داستان ها چیه تو تعریف میکنی و من میگم که درسته در خیلی از توابع وقتی که شما x رو ورودی تابتون رو خیلی خیلی نزدیک میکنید به یک عدد خروجی تابتون دقیقا برابر میشه با مقدار تابه در اون عدد درست مثل این تابه که اینجا در گوگل هم دیدیم که هر چقدر من نزدیک و نزدیکتر میشم به سه مقدار تابه یعنی x به توان دوم نزدیک و نزدیکتر میشه به نه یا همون مقدار x به توان دو در نقطه سه اما خیلی وقتها اینطور نیست و ما لازم داریم که بتونیم حد رو از روش های گوناگون به شکل دقیقتر حساب بکنیم خب حالا من میتونم بیام و تعریف دقیق حد رو بنویسم بنابراین من میخوام الان یک تعریف بنویسم البته به زبان فارسی نه به زبان ریاضی و این تعریف اینه که عبارت حد x به سمت a fx مساویه با L یعنی حد تابع f وقتی که x به سمت A حرکت میکنه مساوی L شده به این معنی است که ما میتوانیم فاصله Fx را تا L هر چقدر میخواهیم کم کنیم یعنی به L نزدیک و نزدیکترش کنیم به شرط آنکه فاصله x با a ای یعنی x به a به اندازه کافی کم شود. پس این تعریف داره به من میگه که وقتی که حد یک تابع x به سمت a مساوی شده با l من میتونم fx رو نزدیک و نزدیکتر بکنم به L به شرط اینکه x رو نزدیک و نزدیکترش بکنم به A و بنابراین هیچ حد و مرزی هم برای این وجود نداره یعنی شما هر عدد کوچیکی رو در نظر بگیرید من میتونم فاصله fx و L رو انقدر کوچیک و کوچیکتر بکنم به شرط اینکه فاصله x و A رو از یک مقداری کوچیک و کوچیکتر کرده باشم حالا همین تعریف که من مطمئنم همه شما متوجه شدید چی هست دقیقا همین داستانه اینجا هست رو من میتونم به زبان ریاضی هم بنویسم اولش کمی ترسناک به نظر میاد اما مطمئن باشید که دقیقا همین زبان فارسی رو من دارم به زبان ریاضی مینویسم من میام و میگم که به ازای هر اپسیلون بزرگتر از صفر این علامت ریاضی یعنی به ازای هر یعنی به ازای هر اپسیلون عدد کوچیکی بزرگتر از صفر وجود دارد این علامت ریاضی یعنی وجود دارد یک دلتایی بزرگتر از صفر پس بذارید من اصلا قبل از ادامه دادن اینها رو ترجمه فارسیشون رو نمیسم این یعنی به ازای هر و این یعنی وجود دارد یا به انگلیسی بهش میگن در اگزیست. پس به ازای هر اپسیلون بزرگتر از صفر وجود دارد یک دلتایی بزرگتر از صفر اپسیلون و دلتا در زبان ریاضی برای نشون دادن عددهای کوچیک معمولا استفاده میشن به نحوی که fx منهای l فاصله قدر مطلق یعنی فاصله من مطمئنم شما ویدیوهای قدر مطلق کلاس درس رو هم دیدین فاصله fx از l کوچکتر از اپسیلون وقتی که فاصله x از a کوچکتر باشه از دلتا این تعریف داره دقیقا همین زبان فارسی رو به من میگه میگه شما میتونی فاصله fx از l رو خیلی خیلی کم بکنی به ازای هر اپسیلونی دقت بکنید یعنی هر چقدر دوست داری کم بکنی فقط صفر نشه یعنی باید بزرگتر از صفر باشه ولی کوچیک و کوچیکتر بشه و باید وجود داشته باشه یک دلتایی که اگر فاصله x را از a از اون دلتا کمتر بکنی اتفاق حتما رخ بده این دقیقا همین عبارت یا از همه ساده تر همین عبارت هست یعنی وقتی که x خیلی نزدیک میشه به a ای f(x) خیلی نزدیک میشه به ال در مورد این تعریف دقیق حد و اینکه چطور ما ازش استفاده میکنیم برای اثبات وجود حد در ویدئو بعد با همدیگه صحبت خواهیم کرد